بگذار خودشان ببرند و بدوزند تا حاصلش آشکار شود این ذهنیت در ایران در مخالفت با سیاست های حاکم خود را در انتخابات مجلس به خوبی نشان داد این تحلیل بر چه استوار است؟ سلام می توان در میان بخشی از مردم و شماری از تحلیلگران سیاسی در ایران یک تغییر مهم دید در این تغییر اونچه که امید گذار به دموکراسی بود جایش را به نگرانی از تبدیل شدن به مدلی شبیه کره شمالی داده است از نظر آنها که این نگرانی را دارند انتخابات مجلس در پی رد صلاحیت های گسترده و نتیجه اون انتخابات که به مجلسی همراه با جریان تندرو و قالب جمهوری اسلامی می انجامد به اضافه تحولات دیگر از جمله اظهارات و فرمانهای اخیر آیت الله خامنه ای این دورنما را محتمل تر می کند آیا ایران ممکن است به دانسو حرکت کند آیا جمهوری اسلامی می تواند جامعه ایران را به اون چه که آیت الله خامنه ای گام دوم انقلاب نامید وادار کند ولی آیا این کار شروع نشده و این روند در چیزی که بخشی از مردم میگویند نمود نیافته اینکه بگذاریم تندروان حاکم ببرند و بدوزند تا نتیجهش هویدا شود در برنامه این هفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی دارد نظم جدیدی به پا میکند که بیشباهت به کره شمالی نخواهد بود و مجلس کنونی حلقه از این پروژه یا نظم جدید است اما ملیه محمدی او هم تحلیلگر سیاسی میگوید این کشتی نفسگیر در صحنه سیاسی ایران چنین ادوار ناامید کننده ای کم نداشته و دورنمایی که میبیند شباهتی به کره شمالی نخواهد داشت خیلی خوش آمدید آقای مهدوی آزاد ما بگید این نظم جدیدی که شما گفتید و من هم در مقدمه بهش اشاره کردم چی هست از نظرتون خب اینو اول بگم موقعی که ما بگیم کره شمالی یا مثلا میگیم عراق صدام حسین و واضحه که ایران هیچگاه کره شمالی به اون شکل نخواهد شد یعنی یعنی به دلایل متعدد هیچگاه اینطوری نمیشه که هیچ حکومتی بتونه مثلا مثل کره مخالفاشو رو به سگ بخورن یا لازم نداره حتی بذره با ضد دعوای مخالفانش بکشه کاری که در کره اتفاق میافته به دلایل متعدد استراتژیک استراتژیک سیاسی و فرهنگی اون که ما میگیم در واقع یک قطب نماست یک یک نشانه ای یک یک در واقع نمادی از وضعیت سیاسی اجتماعی حاکم بر یک کشور ما در شرایط انصدادیم، البته توی شرایط انسداد پیچیدگی های بسیار زیادی وجود داره مسائل سیاسی اجتماعی اختلافات حاد حکم قطعی دادن سخته آدم ها سر کلمات بعضی وقتها دعواشون میشه منطقه اگر یه نگاه کلی بندازید به شرایط میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی ایران به ماه و جمهوری اسلامی از سال 57 تا الان سه چهار تا مرحله داشته مرحله اول رو اسمش میگذاریم جمهوری اول تا مقطع حمله صدام حسین به ایران بیا حالا وقایع ده 60 بنی سازمان مجاهدین و غیره تو مقطع اسمش میتونیم بذاریم جمهوری اسلامی جمهوری اول توش نسبتاً آزادی وجود داشته یعنی به غیر از هواداران حکومت سابق که انقلاب شده بود تقریبا تمامی گروه ها از چپ تا ملی مذهبی ها تا بیدینی ها لایک ها مقطع دوم از اینجا شروع میشه از وقایع 60 تا دیگه اوج سال 67 و, و مقطع مرگ آیت‌الله الله خمینی میتونیم رو بذاریم جمهوری دوم این مقطع مقتن مقطعی است که دیگه حکومت کامل میشه حکومت اقتدارگرا جمهوری دوم جمهوری اسلامی به این معنا که تمامی گروه ها میشن لازم باشه سرکوب میشن لازم باشه کشتار جمعی مثل مجاهدین خلق مثل چپ ها. همه قلع و قم میشن منتها باز یه شبه دموکراسی شبه دموکراسی داخلش هست به این معنا که جناه چپ و جناه راست داخل قدرت دارن بازی میکنن یه بخشی از وسابقون انقلاب که میشدن ملی مذهبی اون پایینا یه همچین قدرت بازی دارن تکنوکراسی هم یک وجودی داره باهاش هم می‌رفتن اینجا جمهوری دوم جمهوری سوم مقطع بعد از مرگ آقای خمینی شروع میشه نظم سوم جمهوری اسلامی با در واقع تقسیم قدرت بین حاشمی و علی خامنه‌ای اینجا مقطعی است که توی این روال شما می‌بینید به تدریج چپ‌ها ضعیف میشن راست حامی علی خامنه‌ای قدرتمند میشه تا میرسه حالا مثلا وقایع 88 رو. که دیگه رسما آقای موسوی آقای کروبی رو میکنن هست رد صلاحیت ها مدام دامنش های گسترده میشه اضافه پیدا میکنه دیگه شما در جمهوری سوم چپها که نیستن ملی مذهبی که نیستن مجاهدین خلق قومی که نیستن در واقع در داخل راستگرایان هم شما تصویه میبینید احمدی نجادی هم حذف میشن یک هسته سخت محکمی میمونه در انحصار سپاهی ها و در انحصار روحانیون نزدیک به علی خامنه ای این میشه جمهوری سوم حالا جمهوری چهارم من به نظرم دو سال شروع شده این جمهوری چهارم دیگه اسمش جمهوری نیست دیگه اصلا من میترسم ازش عبارت جمهوری استفاده کنم این ادامه در واقع روند خوشگل روند روند رنگامیزی شده است که شاید صدام حسین تیک کرد خیلی میدونم این مشابهت تنده به این خاطر که آقای خامنه هیچگاه کنفرانس برگزار نکرد مثل صدام حسین بعد دونه دونه بگه خب اینا برن بیرون دم در اعدام بشن این کارا رو نکرد اون خشونت و سبوعیت صدام نبود درست منتها ببینید تعارف نکنیم اصل روندی که صدام تیک کرد در همین کره شمالی مجلس شورای خط طبق قانون اساسی قبل از 1970 شون در رأس حرم قدرت بود اصل روندی که در کره شمالی در عراق در تمامی کشورهای استبداد زده شد این بود که یا نهادهای دموکراتیک حذف شدن طبق قانون اساسیشون به هم خوردن پاک شدن یا عملا مسخ شدن یعنی تبدیل شدن به یک مجسمه بدون کار کرد این روند داره در جمهوری اسلامی طی میشه یعنی شما دیگه آخرین اتفاقات که ببینید مجلس شورای اسلامی که قبلا توی برجام چهار دقیقه حذفش کرده بودن 20 دقیقه تونس حرف بزنه سر بنزین خفش کردن میخواست قیمت بنزین رو بیرون زدن تو دهنش حالا این مجلس سر بودجه در واقع تنها حوزه ای بود که پارلمان در جمهوری اسلامی میتونه هنوز نقش بازی کنه اصلا گذاشتنش کنار تو سایر حوزه هم شما نگاه بکنید دیگه دولت بازیگر جدی نیست مجلس بازیگر نیست شوراها هیچی هر کی بخواد بازاشون میکنه بس. نهادی به نام نهاد جمهوریت وجود نداره بنابراین در یک جمله اصر چهارم جمهوری اسلامی که اون هم راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد آقای خامنه اسمشون میگذارد گام دوم شروع شده این اصر چهارم اصر, اصر دیکتاتوری محض اصر استبداد محض فرد محور هست در جمهوری اسلامی هدفش حذف تمامی نهادهای دموکراتیک یا شبه دموکراتیک حذف کامل جامعه مدنی و برقرار کردن یک استبداد یا همون رؤیای حکومت اسلامی محض بسیار هم خوش و اگر لازم باشه از هیچ با خشونتی هم دریغ نخواهد کرد این ذهنیتی که ازش صحبت شد در مقدمه گفتم که بگذاریم دیگه در اختیار خودشون این فکر ناشی از اینه که جمعی در درون حکومت و جمعیتی که در خارج از حکومت امید داشتن این امید رو از دست دادن و میگن پس دیگه با خودشون بگیرن این یه واکنش انفعالی اجتماعیه این که بگذاریم به با اختیار خودشون این در واقع یه گزینه سیاسی نیست یه راهکار نیست این واکنش با انفعالی اجتماعی ناشی از انصداد سیاسی است این واکنش البته چندین مقطع در تاریخ ایران از مشروطه تا به حال تکرار شده میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم این ممکنه برگرده در واقع انقلاب شورش های گسترده انقلاب از دل این واکنش در میاد از بعد از این انفعال در همه حکومت ها یک انقلاب زاده میشه در حقیقت فرایندی که اتفاق میفته مکانیزمش این هستش که این انفعال و سرخوردگی رو اون موقع روشنفکران طبقه متوسط میان تئوریزش میکنن تئوریزش میکنن از توش در میاد که آقا علیه نظم موجود باید انقلاب بکنیم و عوض بکنیم ما الان آبستن اون مقطعیم در اون مقطع داریم سیر میکنیم خانم محمدی شما با این تحلیل و این دورنمایی که آقای مهدوی آزاد توصیف کردن ترسیم کردن موافق نیستید چرا به این دلیلی که تقسیم بندیایی که به ما سبقشون کردن در مورد از نقطه آغاز تا به امروز متاسفانه ننوشتم مراحلی که طی کرده جمهوری اسلامی و جامعه ایران این مراحل رو مقاطعش رو اونجوری که خودشون خواستن تقسیم کردن واقعیت اگر من بخوام بگم در ایران چه اتفاقی افتاده در ایران چهل ساله که یک حکومتی که نمیتونه نه انسجام و تمرکز کره شمالی نه انسجام و تمرکز عراق صدام نه عربستان رو داشته باشه با یک ویژگی خاص یک حکومتی که همواره هر دولتی سر کار بوده به نوعی مزاحم این حکومت بوده فرق نمیکرده که هاشمی رفسنجانی بوده خاتمی بوده یا حتی احمدی نژاد بوده و امروز روحانی حکومت یگانه نیست حتی یک پایه به لحاظ ایدئولوژیک نیست به لحاظ سیاسی نیست به لحاظ گرایش اقتصادی نیست کدوم اصل جامعه شناسی یا سیاسی یا حتی فیزیکی اینو تایید میکنه که همه واکنش هایی که در حکومت هست اه در این شرایط میتونن برابر صفر بشن و حکومتی بخشی از حکومت مستقر بشه و مسلط بشه به همه روشها تنشها و روندهایی که در جامعه چهل ساله که هست از اون گذشته من فکر میکنم که هر کشوری رو به لحاظ سیاسی ما باید با سه تا معلفه بتونیم تعریف کنیم وقتی از سیاست وضعیت سیاسی ایران داریم صحبت میکنیم و شما چنین شمایی رو میبینید هر کشوری با این سه معلفه تعریف میشه حکومت جامعه اپوزیسیون اینا مسائلی هستن که میگن این سیاست در این کشور چیه و در روندی که ما میبینیم کجا میخواد بره حکومت برخلاف همه حکومت های جهان حکومتیه که خودش گفتم از عدم یک پارچگی رنج میبره حتی همین مجلس هیچ <applause> کاره رو آقای خامنه ای التماس میکنه به هم گیر ندید این اتفاق نمیفته چه در دوران احمدی نژاد احمدی نژاد تمام نصیحت ها و توصیه های آقا رو میذاره میره مجلس اونجا اون جنجال رو به راه میندازه آقای رئیس مجلس برمیگرده بدترین برخورد باهاش میکنه همه اینا جلوی رهبری اتفاق میفته که میخواد بگه که سکوت کنید که من بهتون بگم چه این سکوت رو نمیتونه در مجلس برقرار کنه جامعه جامعه ایه که چهل سال اون دو سال اول انقلاب رو با اجازه شما من اصلا به پای آزادی ها نمیذارم در تحلیل شرایط قبل از 28 شرایط دولت ملی روزهای مرداد میگن آقا اون که بود آزادی نبود در ایران هرج و مرج بود منم میخوام بگم اون دوره رو که شما اشاره میکنید دوران طبیعیه پس از ضایش یک انقلاب مردمی یک انقلاب مردمی با همه لایه های اجتماعی منفجر شده بود توی جامعه نمیشد که اول همه اینا رو خفه کرد کمونیست و نمیدونم مذهبی و آمی و ملی و جبهی و اینا همه رفته بودن این انقلاب کرد و اولش که نمیشد همه رو خفه کنیم دیدیم که اولش جبهه ملی مذهبی ها هم بردن تو حکومت الان در این تقسیم بندیتون این بخش جامعه در وضعیتیه جامعه در این وضعه که هرگز, هرگز فقط وای میسه که ببینه حرکت بعدیش چی باشه یعنی فکر انتخابات مجلس نشانی این نبود که بخشی از جامعه که قبلا مشارکت میکرد الان به این نتیجه رسیده که رها کنیم این وضعیت رو بلکه بیشتر یک ناظر موقتی و به زودی میتونه دوباره برگرده به صحنه این بخشی از جامعه من میخواستم بگم که جامعه بله این جامعه اون مؤلفه دوم جامعه چه شرایطی در ایران داره همواره حرکت کرده داره میکنه همین الان اینا که نوشتن رهبر باید بره تو زندانن علنی میگن خامنه ای باید بره توی زندانن اپوزیسیون وجود داره تو ایران این اپوزیسیون در پیوندش همه میگفتن که پیوندی نداره با جامعه و واقعیت هم اینه که اصلاح طلب به عنوان یه اپوزیسیون موجود قانونی که به نظر من این اولین بار در تاریخ ایران که این اتفاق افتاده حتی دولت ملی حتی جبه ملی بعد از اینکه درگیر شد دیگه رفت اون پایین اینا هستن تو زندانن بیرونن تو جامعه مجله دارن روزنامه دارن این بخش به اینجا رسید که باید شرکت نکنه و بدنی اجتماعی متعلق به اینها این هم به این نتیجه رسیدن که الان وقتی بحران مشکلات و انبوه بحران هاست این شرایط همه رو میدیم به دست خودشون به این معنا که اینها باز من معتقد نیستم که حکومت از مردم درس نمیگیره نه در همه این کشور هم حکومت یاد گرفته هم مردم ما دچار انسداد سیاسی مطلق نیروهای اصلاح طلب داخل قدرت اصلا نامزد نداشتن کسی رو نداشتن نیروهای جدی من اون بخشیشون که نیروهای مدنی محسوب میشن در زندانند و زیر فشار حاد امنیتی هستند تحت سرکوبن یه بخشی از نیروهای اصلاح طلب هم رفتن با قدرت ساختند اصلا بحث سرشون نداریم یه بخشش هم حذف شدن اونها راهکاری نداشتن نیروهای خارج از کشور اونها البته راهکارشون راهکار کلاسیک 4 3 4 اخیرشون هم همیشه تحریم انتخابات بوده این دوتا در یک مقطع به هم رسید این بله موافقم که استراتژی خاصی از طرف کسی در واقع انتخاب نشد منتها اون چیزی که فرایندی که پیش رفت فرایند تحریم انتخابات بود این فرایند تحریم هم چیزی که هدف گرفته بود تغییر تغییر چارچوب کلیت حکومت منتها از بحث من دور شدیم من دارم میگم حکومت آقای خامنه‌ای حکومت به ما و قدرت شما موقعی که من میگم حکومت نرید یه نیروی درجه سه اصلاح طلب اون تای قدرت که هیچی دستش نیست در نظر بگیرید آره. سپاه پاسداران که قدرت دستشه قوه قضایی که آقای رئیسی دستشه آقای رئیسی, دستشه. آقای رئیسی اونجاست علی خامنه‌ای ای سخت روحانیت که شورای نگهبان دستشه اینها دارن یک نظم جدیدی رو حاکم میکنن باز بازی با کلمات نکنیم فرقی نداره این کارو میکنن یا اون کارو نمیکنن. نتیجه واقعی که میگیرند با نتیجه کاری که صدام کرد یا کره شمالی فرقی نداره نتیجهش این هستش که در آبان ما یه تعداد میان توی خیابون حکومت با رگبار مردم میکشه فیلمهاش منتشر شده با تکریر از مردم شکار میکنه و ما نمیدونیم چند تا میکشه و سرکوب میکنه و اتفاقا برعکس فرمایش شده خانم محمدی میبینیم که این زمین کاملا کار آمدی داره. یعنی آقای خامنه ای آنچنان که بعدن رسانه خارجی گزارش دادن از میکنه به فرمانده های نظامی میگه آقا نظام در بر خطره برید هر کاری میخواید بکنید اونم شروع میکنن با اجازه آقای مهدوی میگه برای اون سناریویی که ایشون داره ترسیم میکنه حکومت کارآمدی داره برخلاف اون چیزی که شما گفتید که آقای خامنه ای حتی نمیتونه داخل مجلس رو ساکت کنه این کارآمدی هست که به سمت یک دست شدن ببره ببینید هیچ حکومت استبدادی نیست که اگر فکر کنه نیروی ریخته که الان اونو پایین بکشه و با شعارهای مرگ و نابودی و باید بره بیاد اون به خشونت حد اکثر خودش متوسط نشه ما نمیخوایم بگیم جمهوری اسلامی یه حکومت استبدادی نیست اینو فراموش نکنیم آقای مهدوی دارن راه کره شمالی رو نشون میدن نمیتونه نتونست از روز اول امروز هم نمیتونه شما کره شمالی رو دارین میبینید که یک خبر یک خبر از اعتراض بسته شدن یه روزنامه مگه معنی داره روزنامه چیزی بنویسه که ببندنش یعنی یک جریان راکت رو دارین میبینین که هیچ اتفاقی نمیتونه درش بیفته بعد شما میان یه جامعه کاملا سیال به لحاظ سیاسی با انبوه افکاری که از خامنه ای باید برود و شعار علیه خامنه ای رو با اصلاح طلبایی که نشستن دارن کار میکنن در انتخابات قبلی هم همه چهره هاشون رد میشن ولی آقای خاتمی میاد میگه میگم رای بدین تکرار میکنم که رای بدین به همینا رای بدین و الا مجلس خبرگان مردم چه کار دارن مردم رفتن بازی رو به هم بزنن و زدن آیا جامعه ایران میتونه تبدیل به چیزی شبیه جامعه کره شمالی بشه جامعه ای که به گفته ایشون در تکاپو خیلی خیلی نکته مهمه ببینید و محمدی هم میاد میاد کره شمالی من شما شمالی من, من من, 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 اف... هم... اول هم گفتم که کره شمالی که میگیم یه حالا... مسیره یه مسیر ببقید. حالا اتفاقا من خودم کره رو خیلی کم استفاده می میکنم یه مسیر اگر نه به دلایل متعدد کره سه تا همسایه داره ما 13 تا همسایه نمیدونم کره اپوزیسیون نداره ما داریم جامعه مدنی نداریم به دلایل متعدد واضحه هم اول گفتم به شما به, به اونجا نمیرسه دیره. که به اونجا نمیرسه که طرف آقای خامنه ای مثلا مخالفش بذاره مقابل توپ یا بده سنگ سگ بخوره برد. یه اتفاقی در بین برخی از تحلیلگران ما میفته از جمله خانم محمدی عزیز و غیره اینقدر بر جزئیات من موافقم با تمرکز بر جزئیات مطابق به قدری بر جزئیات تمرکز میکنه جزئیاتو برجسته میکنن که روند کلی فراموش میشه یا شاید میخوان فراموش بشه باید. ببینید روند کلی فرقی نداره مسئله مسئل روند کلی اون چیزی که هدف کلی است این هستش که کره اینترنت رو بسته خب جمهوری اسلامی هم در روز بست بخواد بخواد یه سال می دیگه. می بخواد یه سالی بسته بود وزیرش داشت از این قضیه شکایت میکرد مردم تو روزنامه ها می تصور بکنید روسیه هم بس آره چند روز روسیه هم بس هر کشوری این کار ممکنه بکنه هر کشوری که دموکراتیک نباشه ممکنه کار ولی شما تصور کنید اینترنت رو در ایران ببندن آره یعنی چی منظور تو ممکنه که درده... چهار روز میتونن این کارو کنن حالا وزیرش از مردم عذرخواهی میکرد میگفت من خسارت های اقتصادی رو جبران بره بره. میکنم چه ربطی داره به بره بره بره. نه، نه، اجازه اینکه وزیرش عذرخواهی کنه چقدر اهمیت داره و بعد, این داره اشت... یعنی و من بعد اشاره شاید. به خسارت هایی که در انجی بستن اینترنت گفتید که گفتن جبران میکنیم که من ندیدم جبران, جبران, جبران. کردن و اونو والا نمیتونم از چیزی که خبر ندارم بگم <applause> ولی منظور کسانی بود که کار میکردن تو دنیای نمادین یه چیزهای نمادینه یه چیزهایی اون پایین اتفاق میفته و خیلی هم خسارت باره چیزی که اتفاق افتاد بستن اینترنت در چندین روز متوالی بود که خسارت زید. شما فکر میکنید نمیتونن از مدت اینترنت رو ببندن هرگز. مثلا یک ماه دو ماه یک سال چه چیز ببینید وبعد... یک ماه هم که ببندن مجبورن باز کن مجبورن قول بدن ما باز میکنیم چون این جامعه اینطوری در مقابلشون ایستاده بحث بر سر این است اون توانایی هایی که ساختار کره شمالی به سمتی به عنوان یک حکومت توتالیتر تمام عیار داشت صدام حسین هم همونو داشت داره به اون سمت میره جمهوری اسلامی برجسته کردن اختلافات داخلی قدرت که بر سر منابع ثروت و یا منابع قدرت بیشتر هست غالب کردن اون به جامعه به عنوان نمادهای جامعه مدنی به عنوان نمادهای رنگارنگی نمات. جامعه جعل تاریخ امروز ایرانه الان جامعه مدنی ایران یا در زندانه یا در تبعید یا منزوی است و ساکت اصلا. شده خفه شده اصلاً جام... جامعه مدنی ایران داخل قدرت نیست شما روزنامه ها رو نمیخونید تو خوب میخونم وایسید اگر محمد قوچانی اگر سعید لیلاس با بخشی از قدرت دعواشو میشه حالا بزنم سری... اسم نمیخوام ببرم که چون بر... نمیتونم دفاع کنم این دو بزرگوار رسانه خو دارم میتونم دفاع برای اینا من... اینا رسانه دارم میتونم اگر اینها با احمد جنتی دعواشو میشه به انگار جامعه مدنی ایران نیستند مدت هاست دیگه نیستند خب آقای اجازه بدید وقتی ما راجع جامعه مدنی و مقاومتش صحبت میکنیم راجع به این یا اون چهره سیاسی که به گفته شما رسانه هم دارن صحبت نمیکنیم در بحث هجاب جامعه مدنی ایستاده مقابل آفلی. حکومت آفلی. در بحث رسانه ها جامعه مدنی ایستاده مقابل حکومت شما کافی به شبکه اجتماعی نگاه کنید و به گفته ایشون چند روز میبندن ولی ناچارن باز کنن در چیزهایی مثل نهادهای زیست محیطی در چیزهایی مثل نهادهای سنفی اینها جامعه مدنیه آیا این اجازه میده به اون سمتی بره که شما میگید در انتهاش کره شمالی نمیگید یا به شکل نمادین کره شمالی آیا این جامعه اجازه میده خیلی سخت سوال جواب دادن جامعه مدنی ایران خب همون چیزی که میگیم جامعه مدنی قبول داریم هست منتها داخل قدرت نیست دا... چیزای داخل قدرت به اسمون جامعه نکنه. مدنی اون این جامعه مدنی جامعه خب قوی است وجود داره ترکیه هم هم تا هم چیز جامعه نداره ایران 13 همسایه داره غربی ها رو ما حساسن خوب. فشاری که رو همه اینها هست منتها خب ما این رو هم داشتیم که صدام حسین سال 1995 انتخابات برگزار کرد رفراندوم اول ریاست جمهوریش بر اساس نتایجی که بعدا روس ها و ایرانی ها هم پذیرفتن 99 ممایز 96 صدام درصدش واجدین شرایط آمدن پای صندوق و به صدام رای دادن یعنی تو اون جامعه 4000 نفر مخالف صدام بودن و همین صدام صد حسین سال 2002 رفراندوم دوم رو برگزار کرد اکتبر 2002 همون 14 هم درصد منفی رو محضر رضای خدا 14 همه 400 همه درصد از در که 100 درصد شرکت کرده. خب بسیار خب بلد. جامعه مخصوصا در جوامی که اقتصادشون فقیره بلالی. شما میتونید از طبقات مظلوم از طبقات محروم عضوگیری کنید یاگیری کنید برای سرکوب خودشون یا سرکوب بخشی از جامعه واقعیت این هستش که همین الان شما تجربه آشتی مذاکره آقای ترامپ با طالبان هم می‌بینید واقعیت این هستش که کشور غربی هم بعضی وقتها خیلی راحت ممکن هستش با قدرت مسلط به توافق برسن بنابر این از نظر تئوریک ممکن بعید نیست بله این تصویری که ایشون از جامعه مثل عراق پیش از قبض کردن کامل قدرت توسط صدام حسین نشون میده که جامعه مدنی میتونه تسلیم بشه میتونه سرکوب بشه میتونه به اقما فرو, فرو بره اینا هست دیگه در ایران چنین چیزی نیست؟ نه. به هیچ عنوان در عراق همونطور که خودشون گفتن از اول نزدیک به صد درصد این آدم نه به عنوانی که نداشت به کسی جرعت نمیکرد رأی مخالف بده اصلا نمیشه شما وقتی من میگم دولت رو در این ساختار قدرت باید در درون به عنوان نیرویی که نمیذاره اونا یک دست یعنی همین یعنی وزارت کشور که اجرا کننده اینه شورای نگهبان تا میتونه کار خودشو میکنه اینم میاد وای میسه مثل گرگ بالای سر اون جریان اینا با همدیگه نمیشه این نیرو رو بیرون کرد حتی شما اگر بیاید نهاد ریاست جمهوری رو بردارید این سازمان عظیم کشوری که مخالف اقتدارگرایی داره کار میکنه این کلیپ ها این نمیدونم چیزهایی که از درون میاد بزارد. اینا از کجا میاد از طریق کارمندان نیروهای خود دولتی، کشوری، حکومتی که مقاومن در مقابل رفتار اینا و حرکت میکنه چه ربطی به جامعه عراق اصلا نداشت اتفاقا دلیل خوبی در جوام این نظیر کره و عراق صد درصد رای میگیرن ولی در ایران هرگز هم جز رفراندوم جمهوری اسلامی که واقعا همینطور بود هیچ وقت اتفاقی افتاده؟ در مورد کره شمالی گفته میشه که جمعیت کره شمالی جمعیت اطاعت پذیریه اصولا سلسله مراتب فوق العاده مهمه در مورد عراق عراق دهه 80 90 من نمیدونم آیا این جمعیت اطاعت پذیر و تن بده به سلسله مراتب شما در ایران میبینید دقیقا اصلا شما اصل موضوع رو دارید اشاره میکنید برای همین هم میگم درگیر موضوع کره درگیر موضوع عراق درگیر موضوع شیلی نمیدونم آلنده غیره نباید بشین خودتون مثال ها،, ها با کیس ها فرق داره روح کلی آن چیزی که در کره شمالی بود آن چیزی که در عراق صدام حسین بود آن چیزی که آلنده روح کلی روح کلی رو ما داریم میبینیم روح کلی در جمهوری اسلامی الان در توسط علی خامنه ای اجرا میشه ببینید روح کلی این است که یا نهادهای مدنی حذف میشن یا نهادهای مدنی بلا اثر میشن فرقی نداره در کره اومدن قبل از اصلاح قانون اساسی اومد گفت شورای دفاع ملی عالی جناب رئیسش میشه رهبر با قدرتمندترین بالای پارلمان بالای شورای مجلس در ایران فرقی نداره اومدن در مجمع تشخیص مسئله یه چیز تعریف کردن به نام شورای عالی نظارت بعدم که اوضاع اوضاع درگیر در مسئله تحریم پیش اومد یه چیز درست کردن به نام شورای هماهنگی عالی سران برای مقابله با تحریم ها فرقی نداره شما با نهادهای نوادسازی های موازی یا با حکم حکومتی یا با ابزار قانون یا شپ قانونی یا با ابزار قضایی یا با ابزار امنیتی دستگاه هایی که نماینده جمهور مردم هستند رو یا تعطیل کنید یا بی اثر بکنید این روند اینه یعنی دیکتاتوری استبداد محض استیلای محض یک نفر یا یک تفکر حالا شما اگه اون وسط بیاد یهو برجسته بکنید آقا در ایران جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت بود کجا در عراق مجمع تشخیص مصلحت وجود داشت یا یهو دو برجسته کنید آقا در ایران نمیدونم شورای عالی همانگی قوا بود کی کره شمالی اصلا قوا داشت برد. این این میشه جله تاریخ خب خانم محمدی شما خودتونم پذیرفتید که جریان که در داخل ایران نفوذ دارن و مردمی که پشت اون جریان هستن به این نتیجه که فعلا بازی رو واگذار کنن خود همین ذهنیت نشانه یا در واقع اذعان به انصداد سیاسی نیست ببینید آقای کریمی اونجا که من از حرف شما گفتم به عبارت این فکر هم درسته گفتم این فکر هم عمل میکنه در بخشی از سیاسیون در اروپا در کشور آلمان که ما زندگی میکنیم دو دوره سوسیال ها این کار کردن یعنی ترجیح دادن در عضو بد... ادامه بدن اینا چهره نداشتن مشکلات رو نمیتونستن حل بکنن مسائلی که بود کلان بود این ن... وقتی نیروی سیاسی به این میرسه این یه تدبیره این انفعال نیست من اما صحبتی که آقای من, واقعا نمیدونم ایشون همه کشورها رو میارن جزئیات رو میگن تا من میام بگم که این میگن درست نیست وارد جزئیات بشیم جان و جان کلامشون اینه اگر درست بگم که اسم کره شما این ندید ولی خب یک کره شمالی هست که ما داریم به اون سمت میریم عراق هست جمهوری اسلامی داره به اون سمت میره منم میگم سه مؤلفه حکومت جامعه اپوزیسیون در این روندی که شما به سوی اون چیزایی که اسمشون هم نباید بیاریم نشون میدین هیچ ربطی به اونها نداره این حرف جزئیه هیچ ربطی نداره یه جامعه اپوزیسیون دارید که هر از گاهی ماجرایی درست کرده این بخش دوم صحبت رو راجبش حرف زدیم ولی اون بخش اولای مهدوی آزاد اینکه عقب کشیدن از صحنه سیاسی چه از جانب بخشی از نیروهای سیاسی و چه از جانب مردمی که تا حدی حامی اون جریان سیاسی بودن این نشانه تدبیر شما اینو میپذیرید نه من توضیح دادم تو عرایز قبلیم تدبیر من ندیدم من, من ندیدم تصمیم نیروهای داخل کشور که نتونستن تصمیم بگیرن سپارچه شدن یه دیلیست دادن یه دی گفتن ما شرکت نمی کنیم. لیست نمیدیم اما مردم شما شرکت کنید یه گفتم مال شرکت نمی کنید. مردم شما هم شرکت نکنید در داخل در خارج از کشورم که خب سیاست کلاسیک تحریم بود این دفعه شو... منظورم کمتر خود اون نیروهای سیاسی بلکه اون ذهنیت عمومی برای اینکه من که صحبت میکنم با خیلی در داخل ایران میبینم این ذهنیت خیلی داره رایج میشه میشه گفت الان ذهنیت عمومی در میان ناراضیان که پس واگذار کنیم به بر یه ذهنیت اجتماعی انفعالیه بذارید اصل اصل اختلافی که شاید بین اختلاف دیدگاه بین من و خانم محمدی هست من از نگاه خودم توضیح بدم اون چیزی که من میفهمم این است که دو نگاه وجود داره یه نگاه نگاه خانم محمدی میگه که آقا ساختار سیاسی ایران یه ساختار پرتکاپوی سیاسی دعوا شده یه دعوای مقطعی شده و حالا مثلا الان این اتفاقی که الان سر این مجلس افتاده مثلا در قبل از مجلس هفتم هم, هم افتاده بود بله ادواریه آره میگن که ادواریه برمیگرده من تو نگاه من این نیست نگاه من این هستش که اگر قرار بود این اتفاق بیفته خب این مجلس کاملا مطیع رهبری ایران بود من موقعی که تمام رو میگذارم کنار از قلع و قمع مجلس تا گسترش قدرت سپاه پاسداران تا تا ب... نمیدونم اینکه خامنه ای اصلا کلا قلع و قمع رد صلاحیت مجلسو در بودجه میذاره کنار تا دولت مجموع شرایط میذارم کنار این میبینم که جمهوری اسلامی دوره وارد مرحله چهارم میشه که در اون مرحله چهارم تضمین بکنه شاید رؤیای حکومت اسلامی قدر استیلای کامل ولی فقی و حضو کامل ویرانی کامل انهدام کامل تمام نهادهای مربوط به جمهوریت در این شرایط منطقا بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری حتی نوشن فکران ما به خدمت سیستم حاکم در خواهند اومد ناخداگاه وادار میشن نیازها شرایط مختزیات طبیعی و بخش زیادی هم منفعل خواهند شد و طبیعتا تا الان حدود ده درصد جامعه را مهاجرت کردن بخش مهاجرت می بله. این وضعیت پیش نمیاد یعنی بخشی از جامعه میزنه بیرون بخشیش به گفته ایشون به خدمت قدرت حاکم میاد در میاده. ما میبینیم در میان شماری از نخبگان که دارن میگن که یک تست و یک پارچه هم بشه ایرادی نداره شاید اقتضای وضعیت موجوده که در مقابل دشمن وضعیت موجوده اما جریانی که آگاهانه این رو الان در این شرایط میگن مثلا بعضی از حالا اسم نیاریم تئوریزه میکنن این جریان رو معتقد نیستن که تموم شد دیگه دادیم دست اینا برای عبد در مجلس آینده حدود نزدیک به سی سپاهی بازنشسته ای. سپاهی بازنشسته. البته هستند اینا از فرماندهان اگر نه درجه یک ولی فرماندهان ناحیه‌ای و منطقه ای استانی بودند در مجلس آینده یک جناه قوی آ... گفته میشه احمد نژادی خیلی هاشون البته راهشون رو جدا کردن ولی اصولگرای تند داریم یک جناه قوی اصولگرا به معنی کلاسیکش داریم آ... اینها به ما میگن که به هر حال صدای مخالف کم خواهد بود در عوض جای پای نظامیان قویتر خواهد بود این ما چی میگه؟ آقای کریمی با شما اینجا مخالفم این ترکیبی که شما به دستی نام بردین میگه که در این مجلس برخورد شدید خواهد بود احمدی نجادی ها که هستن من جدیشون میگیرم در سطح وزرا و استاندارا و فرماندارا هستن اینها همون نیروی که یک بار درگیر شدن با بخش سخت حاکمیت بازم میتونن درگیر بشن نیروی اصولگرایی که اومده از تهران تقریبا یک دسته از شهرستان ها اینطور نیست اصولگرایان احمدی نژادی اصلا جز تندروهایی که خواهان فشار بر جامعه مدنی اینا نیستن خود احمدی نژاد هم خواهان این نبود اصولگره تندرو هم هستند و مستقلینی که اینها بنا بر شرایط موزه خواهند گرفت همه این مجلس ها. مجلس آینده بر اساس همین تقسیمی که شما کردید از نظر من مجلسیه که باز هم تنش نخواهده. خواهد بود باز هم باید آقای خامنه ای دائم براشون پیام بفرسته و تغییری نخواهد کرد مجلسی خواهد بود مزاحم دولتی خواهند داشت مزاحم همین دولتی که الان هست بنابراین جامعه مدنی ببخشید یک جمله دیگه هم بگم تبیینی که آقای مهدوی آزاد کردن این بود که در اثر همه این فشارهایی که اومده که حالا جامعه هم ما بهمن ما آبان ریخته تو خیابون ادهی میان اسم خامنه ای رو میرسن میرن زندان دوباره میان بیرون اینطوری شده که جامعه مدنی نابود میتونه بشه این طور نیست حکومت این قدرتی که شما میگین از کجا گرفته مگه هر روز میشه اومد تو خیابون تیراندازی کرد ما الان در شرایط فعلی جامعه زنان ایران زنان ایران تحت ش... تحت بی سابقه ترین فشارهای اجتماعی هستند فشار حاد اجتماعی فشار حاد سیاست خارجی فشار حاد سیاسی قلع و قمع کامل نیروها در مجلس اسلامی قلع و قمع کامل نیروهای مدنی در زندان ها نیلوفر بیانی رو بخونید نامه این شکنجه حالا اگر این و در این وضعیت قهر 40 50 درصد جامعه 60 درصد جامعه رو شما میخواید با وضعیت آلمان مقایسه کنید بگید آقا در آلمان هم فلان حزب بود و رفت کنار اتفاق نیفتاد ای این نرمال سازی میدونم میدونم نرمال سازی شرایط به شدت بحرانی در امروز ایرانه کمک به حل موضوع نمیکنه وقتی شما تقسیم بندی میکنید و میگید ما وارد جمهوری چهارم شدیم این جمهوری چهارم در شرایطی شکل میگیره اگر حرف شما درست باشه که ما بحث جانشینی رو داریم به عنوان یک اولویت مهم در جمهوری اسلامی آیا در این جمهوری چهارم رهبری رهبری مقتدری مثل آیت الله خامنه ای خواهد بود آیا ناچار میشن قانون اساسی رو تغییر بدن که یک نهادایی رو بردارن یک نهادایی رو همراه تر بکنن با بلایت فقیه یعنی در این جمهوری چهارم وضعیت رهبری چه خواهد؟ رو؟ روح کلی اون این هست که ساختار از تمامیت خواهی مذهبی منطقا به استبداد یا دیکتاتوری نظامی نزدیک میشه در واقع میدونید اگه بخواید تعریف خیلی دقیق علوم انسانی بکنیم خیلی از اتفاقاتی که در ایران میفته ما نمیتونیم بگیم استبداد سیاه استبداد سیاه نبود ساختار تمامیت خواهانه این داره میره به سمت استبداد استبداد تا تم... تمام نظامی بچه برجستش نظامی است این دفعه نه روحانیت یا ایدئولوژی فکر میکنید در این سالهایی که در پیش فارغ از اینکه این پیش بره یا نه نظامیان دست بالاتری خواهند داشت خیر نه کس نظامیانی که میان در قدرت اقتصادی سیاسی بعد از اینکه دورانشون تموم میشه روزمان دیگه نظامی نیستن بلکه منافع خاصی رو حمایت میکنن دنبال میکنن تو همه کشورها همینطور شما آقای دیکچنی دیگه اومده سر نفت نه اومده که نظامیگری کنه من نظرم این نیست به هر حال یه سری نظامیان پاسدار ما داشتیم که اینا به تبع شرایط و ملزومات زمان به جبهه رفته بودن موقعیتی کسب کردن بخ اکثر اینها تو خونه ها نشستن کسانی که از جبهه بکنه بخ، بخشی هم مثل بقیه ای مردم دنبال منافع خودشون هستن تو پارلمان یا تو از راه نظامیگری هستن شانسی تو پارلمان یعنی فکر میکنید سپاهیانی که الان دیگه بازنشسته سپاه هستن و من از یکی از کسانی که خیلی نزدیک از نزدیک دنبال میکنه ترکیب مجلس آینده رو پرسیدم گفت که حدود سی نفر باید. سپاهی بازنشسته خواهیم داشت اینها رو نمیشه سپاهی نا. نامید به اینها... این که بازنشسته هستن و... در پارلمان هیچ کار اینا دنبال منافع سیاسی منافع شخصی یا اصلا در دل... نداره هر کسی از جبهه برگشته حتما آدم نادرستی باشه دنبال مسائل سیاسی خودشون هستن نظامی بازنشسته در هیچ کجای دنیا وقتی در قالبای جدید میره یعنی اون قالب جدید رو انتخاب کرده من معتقد بسیار هیچ هرگز نبودم بار اولی هم نیست که مسئله پادگانی شدن و نظامی شدن مجلس مطرح شده من همیشه نظرم این بوده الانم همینطور شما که معتقد هستید نظامیان میرن که بیش از پیش قدرت رو به دست بگیرن فکر میکنید برای ریاست جمهوری در این جمهوری چهارمی که شما نام میبرید برنامه‌ای دارن بله ببین موقعی که ما راجع به نظامیان حرف میزنیم یادون باشه، باشید راجب نهادی داریم حرف میزنیم سپاه پاسداران که هر سر رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی به صراحت گفتن فاسده به صراحت انتقاد کردن یعنی هم محمد خاتمی اصلاح طلب هم محمود احمدی نژاد اصولگرا و هم روحانی میانه رو تازه هاشمی رفسنجانی هم اضافه کنیم میشه چهار تا به صراحت منظور خاطبی به صراحت بله, بله. به اون به اونجوری نبوده بله بله ولی بله ولی بله بله سپاه رو نگفته احتمالاً یه فعالیت‌های یه اقدامات چرا؟, چرا 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 آقا آقای احنا... احمدی نژاد هم بحث اسکله ها و برادران قاچاقچی رو گفت. ولی نهاد رو که نمیان اگر بخوام اینطوری نگاه بکنیم دیگه فکر می‌کنم تحلیل تمامی هر کسی که شاید ایران میشناسه در اون مقطع عبارت برادران قاچاقچی محمود احمدی نژاد که اونم در شرایطی که همزمان خبر گذاری ایرنا مال دولت داره همزمان افشاگری میکنه این هستش که برای سپاه میگه دیگه حالا اگر بخوایم به ریز کلمات دقت کنیم اصلا هیچ اتفاق نیفتاده تو این کشور و ببینید راجع به این نهاد نظامی داریم صحبت میکنیم منطقا جنرال نظامی این نهاد مثلا آقای قالیباف مثلا آقای محسن رضایی این دیگه نظامی مثل ارتشی یا نظامی مصری محسوب نمیشه این برخواسته از گروهی است و سازمانی است که منافع خاص سیاسی ایدولوژیک و اقتصادی داره بنابراین این واضح هست که اون منافع رو دنبال خواهد کرد واضح هستش که اگر مجلس ریاستش به آقای قالیباف بیفته میتونیم بگیم مجلس دیگه مجلس سپاه پاسداران هست تعدادش هم 30 تا 40 نفر اونچنان که شما گفتید اعضای رسمی یه بار من شمردم بیش از 80 نفر کسانی که یه جورایی میشه وصلش کرد یه جوری میشه در مجلس, آینده مجلس, آینده یه، مجلس آینده حدود بله حدود 80 نفر یه جوری میشه وصل کرد به چه شکل مثلا ببینید طرف در بسیج بوده فرماندهی بسیج داشته اینو شاید سپاه حساب نکنن مجموعه چیزایی که یه جوری میشتونیم بگیم اینا وابسته به سپاه هستن بیش از 80 نفر حساب کردم زمین که اینا بخش بزرگیشون اومدن بعدن تغییر پر، پرونده دادن پرونده‌شون رو بردن نهاد ریاست جمهوری خاصگاهشون سپاه الان پروندهشون مثلا نهاد یا جای دیگری است بنابراین حتی اگر همون سی چهل نفر هم باشه ریاستش و ریاست کمیسیون این برای قوه مجریه برنامه دارن اینها یعنی این رو در آ... این نمایی که توصیف میکنین میبینید که اینها ریاست جمهوری بدون تردید هدف همینه بدون تردید بده تردید. این که قبلا از آقای خامنه‌ای بارها گفته بود آیت الله خامنه‌ای که پول اصلی دست دولته من من شک دارم هدفشون همین سیستم کلاسیک ریاست جمهوری باشه به نظر من همین زمان آقای روحانی هم یه بار فاش شد که آقای خامنه‌ای هم گفته بود بهش اومده بودن گفته بودن آقا ما چیزی موازی دستگاه‌های دولتی راه بیاندازیم و آیت الله خامنه‌ای مخالفت کرده بود بالاخره یه روزی این هسته سخت قدرت بعد تصمیم بگیره اون بخشی مثل ستاد اجرایی فرمان امام آستان قدس این بخشی که 40 تا 50 درصد اقتصاد ایران با دولت یه جورایی در رأس هرم قدرت به هم برسونه که کارآمدی سیستم بالا بره فکر می‌کنم هدف شاید این باشه شما خانم محمدی این ادواری بودن وضعیت سیاسی ایران تا چقدر به نظر شما تحت تاثیر عوامل خارجی میتونه باشه عوامل خارجی میتونن تاثیر جانبی همونطور که تا به حال داشتن در اصلاح فراز و فرودایی که در ایران بوده اما اگر اتفاق خیلی بزرگی بیفته که مثلا منجر جنگ شدید بشه که یک سمتش آمریکا باشه کلهم مسائل منطقه تغییر میکنن و ایران هم اما من وقتی میگم یک دوری از ادوار هست این در فراتر از اون این رو دارم که این دورها که نشست و برخواست توش بوده افتادن و بلند شدن مطالبات اجتماعی مردم ایران رو همواره بالا برده آگاهی جامعه رو بالا برده و ه... یعنی هر دور باز شدن فضای سیاسی نسبت به دور قبلی بهتر بوده به امکان. جامعه مدنی به لحاظ آگاهی طبقاتی و جرأت مبارزه امکانات بیشتری در اختیارش گذاشته ما از جامعه ای که میگن آزادی ما در دوران میدونین که روزنامه یه سلام رو داشتیم بعد از کشتارها ما امروز بی همه اخباری که با عرض مذارت که شما رسانه مهمی هستین بی بی سی تا همه میگیرن مهمترین خبرهای خوبه از داخل دارن میگیرن در زمینه رسانه ها در ایران دیگه نمیشه این قول رو جمع کرد یعنی اون چی که در ایران اتفاق افتاده به پیش بوده ما با قوه قضایی طرف بودیم که بچه های چهارده ساله رو گذاشت جلوی دادگاه حکم داد اعدام کرد ما در مورد آزادی زنان با هجاب با اون مسئله روبرو رو بودیم در مورد موسیقی در اونجا بودیم در سینما الان وضعیت ما اینه و فیلم هایی که در خود ایران نمایش داده میشه برای من و شمایی که دور بودیم اگر دنبال نکرده باشیم تکان دهنده است که این فیلم ها در ایران داره نشون میده در تمام زمینه ها جامعه ایران موفقیت داشته و اگر مبارزه حادتر شده به خاطر اینکه مطالبات بیشتر شده و این موفقیت بزرگ داره. اون سوالی که من از خانم محمدی پرسیدم رو شاید خیلی از بیننده ها بگن که بهتر از شما بپرسم برای اینکه شما باید اتفاقا جواب بدید که متقدستید که داره به سمتی میره که در واقع وجود نخواهد داشت درش این سمت با عوامل خارجی میشه گفت رقم خورد یعنی از زمانی که آقای ترامپ اومد ریاست جمهوری آمریکا رو آ... گرفت از زمانی که از برجام خارج شد عملا برق برگشت آیا تصور این که عامل خارجی خیلی واضحتر بگیم سیاست های آمریکا در قبال ایران متفاوت بشه و سمت و سوی دیگه بگیره و متأثر از اون اوضاع داخلی ایران هم تغییر کنه رو شما در چرا مهم دورنما چرا البته من با این حرفای خانم با من بدیم موافقم که جامعه مردم مخالفت میکنن به سا... شما هم گفتم راه بسیار سختی خواهد داشت حکومت برای رسیدن به این رویاهاش عامل خارجی خیلی مهمه به این خاطر که به هر حال حکومت ایران جمهوری اسلامی یک حکومت مستقر سفارت داره قدرت داره و حکومت مستقر قدرتمنده در پنج تا پایتخت الان رهبری جمهوری اسلامی داره بازیگری میکنه بسیار قدرتمنده توان نظامی قابل توجه توان بسیج و ایدئولوژی قابل توجه نفوذ قابل توجه در منطقه داره این یعنی کارت بازی داره و واقعیت های بسیار بی‌رحمانه بین‌المللی هم هست که این کارت بازی رو می‌خرن بنابراین هر لحظه که حکومت اراده بکنه چیزی رو بفروشه واقعیت این است که چیزهایی داره که جامعه جهانی بخواد بخره یا بخوام بخرن و در قبالش حاضر باشن سکوت کنن یا امتیازاتی بدن منتها خب یه مسئله هست اینکه چه زمانی بعضی وقتا اشتباهات کلاسیک حکومت های استبدادی این هستش که دیر آماده نرمش دیم آماده چرخش یا آماده بدوبستان میشن برای این شرایط زمانی خیلی مهم هست زمینه که شرایط غیر قابل پیش بینی وجود داره یعنی به سادگی ممکن هست یه روزی آقای نتانیاهو محاکمه بشه نمیدونم آقای ترامپ این عامل خارجی رو نه در جهت تغییر سمت و سوی کنونی بلکه در کمک به سمت و سوی کنونی میبینید یعنی فکر میکنید همون جوری که مثلا آقای ترامپ با طالبان کنار میاد میتونه با جمهوری اسلامی هم کنار بیاد به این معنا عامل خارجی رو مهم میدونید یعنی در تثبیت سمت و سوی که شما دارید پیش بینی میکنید نه ببین آمار خارجی فشارهای آمریکا منظورمونه تا حد زیادی خب حکومت رو تضعیف کرده ولی از اون طرف تغییرات پیچیده‌ای در جامعه بیجاد کرده بخش های حتی از مخالفین جمهوری اسلامی به دلایلی الان رفتن از کنارش دارن ازش دفاع میکنن یا ه... یا از ترس دشمن خارجی سکوت کردن خیلی تغییرات پیچیده ای به وجود آورده من من نقش راستشو بخواد خیلی بدبینم به نقش عامل خارجی یعنی معتقد عامل خارجی اگر هم نقشی داشته باشه نقش تح... مدنی خواهد داشت در تحکیم سمت سوی که شما دارید این عامل خارجی مثال توافق آی ترامپ با طالبان تایید نمیکنه حرف ایشون رو در موردش تایید نمیکنه که وضعیتی که ایران داره و سمت و سویی که داره میره در واقع درش عامل خارجی به طور خاص سیاست های آمریکا سودمندی برای اون چی که شما جامعه مدنی میدونید در بر نداره من همیشه اون... اینو گفتم هیچ سودمندی در بر نخواهد داشت جامعه مدنی برای... خب اگر عامل خارجی عامل فوق مهمیه که بوده دیگه تحریم و... رو میبینیم ناکاماندن برجام رو میبینیم به این ترتیب امید شما رو تا حد زیادی کمتر میکنه یعنی این امید که کماکان این کشتی بین نیروهای جامعه مدنی یا به قول شما بخشی از اصلاح طلبان و حاکمان تند رو یه دور دیگه ای داشته باشه این احتمال رو کمتر میکنه برای اینکه عامل خارجی عملا دیگه در در دی که در پایان دوره احمد نجات عامل خارجی به نفع جامعه مدنی در ایران من تو سوال قبلیتون هم گفتم که عامل خارجی همیشه تاثیر جمعی در جامعه ایران داشته و فراز و فروت هایی که ما میبینیم نقش داشته بعد از این هم چیز متفاوتی نخواهد بود اونچه که من اشاره کردم ممکنه همه چیز رو تغییر بده یک جنگ واقعا نظامی قدر هست که توی منطقه اتفاق بیفته که یک سمتش آمریکا باشه که خب فکر کنیم پای شوروی چین همه نیروها رو اما در مورد اینکه دخالت خارجی بتونه به جامعه مدنی اونطور که مبارزات و به فرهنگسازی های درونی کمک کرده کمک بکنه من همیشه مخالف همچین امکان برداشت و پیش از پایان برنامه عامل اقتصاد میدونیم که اقتصاد داره به سمت میره که خود مقامات ابراز نگرانی شدید از بنبست میکنن با این بنبست اقتصادی فکر میکنید اون پروژه‌ای که شما گام دوم در انقلاب به نقل قول از آقای خامنه ای البته نامیدید واقعا بتونن عملیش کنن کمک میکنه حکومت رو به این خاطر که نیروی سرکوب ارزوم میشه و, و هر چقدر فقر اقتصادی بیشتر باشه جامعه مدنی فقیرتر میشه ولی در دوره احمد نژاد که فضای 850 میلیارد دلار پول داشتن دقیقاً پول داشتن و تونستن با پول تونستن 7 8 سال بکشن جامعه رو به سمتی که میخوان آیا بدون پول میتونن؟ ببین دو تا دو تا, فر دو تا راهکار فرضیه از چهل سال پیش در مقابل جمهوری اسلامی وجود داشته یه بیشتر دموکرات ها دنبال میکردن فرضی این بودش که ما به جمهوری اسلامی مذاکره بکنیم نیروهای لیبرال رو تب... تق... تقویت کنیم و نگاهمون روی شهروندان جوانان شهرنشین طبقه متوسط باشه لایف استایل و سبک جدید اونها مجبور میشن روحانیون رو آخر عقب میرونن این فرضیه اونهاست فرضیه دوم بیشتر در اعراب مدافع داشته و در اسرائیل هم جناب نتانیاهو و آمریکایی‌های جمهوری‌خواه جمهوری, خواه، جمهوری نور ها اونا میگفتن نه جامعه مدنی ایران موفق نمیشه نمیدونم این راهکار اصلاح از داخل هم ممکن نیست راهکار فشار اقتصادی حاد و به کارگران را به جان حکومت انداختن شخصا اعتقادی که از ابتدا داشتم این ساختار اقتصادی نهایتا به تقویت و استحکام استبداد در ایران این فشار خواهد انجامید اقتصاد چنین نتیجه خواهد داد؟ خانم محمدی؟ نمیتونم روی این دق... نظر قطعی بدم اقتصاد من جامعه ایران رو جامعه ای نمیبینم که بگیم وقتی که فشار اقتصادی شدن در برخورد با جامعه مدنی مثلا این مطرح شد که یه دی میرن طرف حکومت الان در آینده که اینطور شده یه عده‌ای منفعل میشن یه بخنن. نه من به طور کلی برای جامعه ایران امروز هویت قائلم این که اگر فشار اقتصادی زیاد شد من فشار به حکومت میبینم از جانب مردم به جای اینکه مرد مردم قابلیت مزدور شدن برای سرکوب بقیه داشته باشن البته که به اصطلاح دشواری ها بیشتر میشه به خصوص در زمینه های دموکراتیک روشن طبقه متوسط به جای اینکه به مسائل دموکراتی بپردازه باید به حل مشکلات روزانه خودش بپردازه اما در مجموع فکر می کنم که این مسئله رو هم جامعه ایران به اون هویت مستقل رسیده که این رو مس... پرچمی شعاری و امکانی برای مبارزه با حکومت بکنه در همه ابعاد یعنی میکنید شرایط اقتصادی باعث میشه مطالبات مردم به حکومت فشار بیاره و حکومت تن بده به مطالبات مردم م... ببینید یه مسئله که مشکلات اقتصادی جدیه یعنی اگر شما الان آقای خامنه ای را از اینجا بردارید آقای ترامپ رم بذارید تو این جامعه یه چند سالی باید منتظر باشین که مسائل ابتدایی حل بشه انبوه مشکلات و اینجا یه علت مخالفت امثال من با فروپاشی اینه که درست با یک ویرانه باید مواجه بشه جریان تازه وارد اثر شروع کرده بنابراین این که مشکلات اقتصادی جدیان و حلشون یه کاری یک روز و دو روز نیست بشه. ما در دو شیوه برخورد با حکومت های استبدادی در شرایط بحران اقتصادی وجود داره یکی گسیل نیروی پا به هاست به خیابون ها و گرسنه ها این نیرو از نگاه من و امثال من از این نیرو و هر پیروزی هم که به دست بیاد دموکراسی زایده نمیشه بلکه یه نیروی خشنتر خودا. و قوی‌تر میاد سر کار اما من برای جامعه ایران آگاهی قائلم که بتونه مدیریت بکنه و بتونه حاکمیت رو به عقب نشینی های سیاسی و به این گزینه س... اه... اه... دومیه کنه. که رجبش صحبت میکنیم بله. بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم ممنون از اینکه این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه مهدی مهدوی آزاد و ملیه محمدی پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که چند دقیقه طولانی تر رو میشه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم دریافت کنید این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی, بی سی فارسی هم میشه دید شب و روز بر همین شما خوش